سرخط خبرها. در آستانه نشست 4+1 با ایران، پارلمان اروپا به بانکش اجازه داد در ایران سرمایه گذاری کند. آغاز محاکمه وزیر سابق اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران، گونن سگف به همکاری با دشمن و جاسوسی علیه اسرائیل متهم شده. در ادامه اعتراض‌ها در ولایت فاریاب در شمال افغانستان، دولت والی تازه برای این ولایت فرستاد. و تلفیق موسیقی کلاسیک غربی با تم‌های آفریقایی، راهی برای جذب نسل جدید جوان در غنا به موسیقی کلاسیک. سلام به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. پارلمان اروپا طرحی را تصویب کرده که به بانک سرمایه گذاری اروپا اجازه می دهد به رغم تحریم های آمریکا در ایران سرمایه گذاری کند. این طرح دیشب در شرایطی تصویب شد که وزیران خارجه قدرت های بزرگ به غیر از آمریکا قرار است فردا در وین جمع شوند تا راه های پیشنهادی اروپا را برای حفظ توافق هسته ای با وزیر خارجه ایران بررسی کنند. برای صحبت بیشتر در این باره کسرا ناجی خبرنگارمون از وین هم اکنون با ماست. طرح تصویب پارلمان اروپا تا چه اندازه میتونه کسرا برای ایران کارگشا باشه؟ ببینید، این طرح قدمیه در جهت ادامه کار اتحادیه اروپا با ایران، قدمی است دلگرم کننده برای ایران، قدمی است که فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اروپا هم مدتی بود که به دنبالش بود، به عنوان بخشی از پیشنهادهایی که او داره دنبال میکنه برای اینکه برجام توافق هسته‌ای رو نگه داره. این بانک، این طرح به بانک EIB، بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا، در واقع اجازه میده که اگر پروژه‌ای در ایران پیش آمد برای سرمایه گذاری دراز مدت و اگر خواست دخالت داشته باشه در این پروژه، بتونه این کار بکنه با حمایت حقوقی اتحادیه اروپا. اما این بانک رو ملزم به همکاری با ایران نمیکنه. از طرف دیگه میدونیم که دسترسی این بانک به بازار سرمایه در آمریکا برای این بانک حیاتی است به گفته رئیس این بانک. بنابراین مطمئن نیستیم واقعا حتی بعد از تصویب این طرح در پارلمان آیا این بانک بخواد خودش رو در ایران به اصطلاح داخل کنه و فعال کنه اونجا. باید دید. از طرف دیگه این تصویب این طرح باعث نخواهد شد که کانالی برای انتقال پول و انتقالات پولی و مالی بین ایران و جهان خارج ایجاد بشه. اون رو باید بانک‌های دیگه انجام بدن و با این شرایط مشکل بشه. هنوز اون مشکل سر جای خودش باقی خواهد ماند. دیدار آقای روحانی و آمانه رو چطور میشه ارزیابی کردی؟ داره که در اون آقای روحانی تهدید کرده که ایران ممکنه که همکاری‌هاش رو با آژانس متوقف بکنه. این از اون تهدید است به آژانس و پیامی است به جامعه بین المللی به خصوص اروپا که اگر نجنبید ممکنه این توافق هسته‌ای فرو بپاشه و اگر فرو بپاشه کار به جاهای بدی خواهد کشید. بنابراین تهدیدی است که میخوان که اتحادیه اروپا به خصوص قدم جلو بذاره، پیشنهادهایی رو روی میز بگذاره. قرار همینجا در این هتل فردا وزیران خارجه، همونطور که گفتی، وزیران خارجه 5 قدرت جهانی و ایران بشینن این پیشنهادها رو بررسی کنن و بعد این پیشنهادها به طرف
ایرانی ارائه بشه. ایرانی ها خیلی منتظر این طرح هستن، امیدوارن که این طرح کافی باشه برای اینکه ایران بتونه فروش نفتش رو به اتحادیه اروپا ادامه بده و به عایداتش، به درآمد صادرات نفتش به اروپا دسترسی داشته باشه. و البته طرح سرمایه گذاری این بانک اروپا هم در این بسته پیشنهادی است که فردا ارائه میشه به ایران. مطمئن نیستم، ولی احساسم اینه، به خاطر اینکه به هر حال این یکی از پیشنهادهایی بود که خانم موگیرینی به دنبالش بود، به خاطر همین که بتونن به اصطلاح رابطه مالی و تجاری با اتحادیه اروپا رو در سطحی هست چقدر محدود نگه دارن که ایران بتونه از فواید توافق هسته‌ای منتفع بشه و این توافق هسته‌ای رو بتونن زنده نگه دارن. متشکرم ازت کسرا ناجی درویان. یک روحانی سنی شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران با شلیک گلوله کشته شد. عبدالشکور کرد فرزند مولوی عبدالستار امام جمعه پیشین سنی های خاش بود و جلوی یک مسجد اهل سنت به قتل رسید. به گفته معاون سیاسی اجتماعی فرماندار خاش، تلاش برای شناسایی مهاجمان ادامه دارد. داستان سیستان و بلوچستان میگوید علت قتل او اختلافات طایفه‌ای بوده. رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای عضو اوپک خواسته برای کاهش قیمت بنزین تلاش کنند. دونالد ترامپ در توییتی نوشته بنزین گران است و سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک هم قیمت را بالاتر می‌برد. آقای ترامپ پیشتر گفته بود که از پادشاه عربستان خواسته تولید نفت آن کشور را 2 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. تصمیم آمریکا به تحریم نفتی ایران از جمله دلایل افزایش قیمت نفت بوده. پلیس نیویورک زنی را که در اعتراض به سیاست مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا از پایه مجسمه آزادی بالا رفته بود پایین آورد. ماموران پلیس 3 ساعت تلاش می‌کردند او را تشویق کنند که پایین بیاید. پیشتر دست کم 6 نفر که روی پایه مجسمه آزادی پارچه نوشته علیه اداره مهاجرت آمریکا چسبانده بودند بازداشت شدند. محاکمه یک وزیر پیشین اسرائیل که به جاسوسی برای ایران متهم شده آغاز شد. گونن سگف در دولت‌های اسحاق رابین و شیمون پرس در دهه 90 میلادی وزیر انرژی بود. او متهم است که اطلاعات مربوط به بازار انرژی، اماکن امنیتی و مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل را به ایران می‌داده. دادستانی می‌گوید این کار طی 6 سال گذشته که او در نیجریه زندگی می‌کرد صورت گرفت. آقای سگف در بیت المقدس پشت درهای بسته محاکمه می‌شود. از اسرائیل مناشه امیر، سردبیر رادیو پیام اسرائیل با ما هستن. آقای امیر لطفاً بمود بیشتر بگید در مورد جزئیات این پرونده. ببینید اولین جلسه در به صورت غیر علنی برگزار شد. مسلماً در این گونه موارد دولت و ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی هیچ گونه اطلاعات بیشتری نمیدن، ولی همون طور که گفتید ایشون وزیر انرژی بوده. انرژی در اسرائیل یک موضوع بسیار حساسه، علاوه بر این ایشون عضو کابینه بوده، بنابراین شماری از اسرار نظامی و دولتی و حکومتی رو میدونسته. سگف یک آدم روانپریش بود، او اصلا سیاستمدار نبود. آقای رافائل ایتان که یک حزب سیاسی به وجود آورده بود، از او که همسایه خودش بود دعوت کرد که بیا و با من همکاری بکن. سگف پزشک بود و به قاچاق مواد روانگردان اشتغال داشت. 5 سال زندان شد، بعد به نیجریه فرار کرد و در اونجا با سازمان‌های اطلاعاتی ایران تماس گرفت. ارزیابی بر این است که اطلاعاتی که او داده اطلاعات کهنه بوده، ولی مسلماً مسئله تامین انرژی برای اسرائیل یک مسئله بسیار حساسه. تصور میره که مقامات نظامی و اطلاعاتی اسرائیل از سالها پیش از این جریان اطلاع داشتن، به خاطر اینکه خود سگف جریان تماسهاش رو با حکومت ایران برای یکی از امیران ارتش اسرائیل افشا کرده بود، و بنابراین احتمال میره که لطمه آسیبی که به امور اطلاعاتی و حساس اسرائیل وارد آمده خیلی کم باشه.
وکلای آقای سگف به نحوه رسیدگی به این پرونده اعتراض کردن، گفتن حتی متن کیفرخواست رو ما که وکلای ایشون هستیم نمیتونیم کامل بخونیم، بخشایی از اون سیاه شده. پس چطور میتونیم اعتماد بکنیم به اینکه رسیدگی به این پرونده داره با شفافیت انجام میشه؟ بله، این یکی از قواعد بازی در اسرائیل هست. برخی امور اطلاعاتی بسیار بسیار حساس هست که دادستانی حق داره که اینها رو به آگاهی وکلای طرف متهم نرسونه، به خاطر اینکه مطالب بسیار حساس امنیتی هست و نباید به دست افرادی برسه که صلاحیت این کار رو ندارن. متشکرم. منشه امیر، سردبیر رادیو پیام اسرائیل با ما. اعتراض های ضد دولتی در چندین ولایت شمالی افغانستان هنوز ادامه دارد. دولت برای کنترل نارامی ها در ولایت فاریاب والی تازه فرستاده، اما دامنه اعتراض ها به شمال شرق هم کشیده شده. امروز صدها نفر در ولایت تخار نارضایتی خود را از بازداشت نظام الدین قیصاری، نماینده ویژه عبدالرشید دوستم، ابراز کردند. ارشاد هنریار از کابل با ماست. بهمون بیشتر از جزئیات این اتفاقات در فاریاب بگو. در فاریاب امروز در مقایسه با دو روز گذشته وضعیت آرامتر بود. فاریاب که هسته اصلی اعتراض ها بود، امروز شاهد راهپیمایی حداقل در مرکز شهر نبود. هواداران جنبش اسلامی افغانستان که خواستار رهایی نظام الدین قیصاری هستند، اونها در مقر یا دفتر حزب جنبش تجمع کرده بودند و در ولسوالی انخوی ولایت راهپیمایی جریان داشت. اما در ولایت های دیگر مثل ولایت جوزجان و تخار راهپیمایی صورت گرفت که صدها نفر در جاده ها حضور یافتند و شعار رهایی آقای قیصاری را می دادند. در روز اول اعتراض ها خواست اصلی معترضا فقط رهایی آقای قیصاری بود، اما حالا به نظر می رسد که با زمینه سازی برای بازگشت جنرال دوستم که در تبعید خود خواسته در کشور ترکیه به سر می بره، هم به این خواسته اضافه شده. امروز هم معترضان راه مزار فاریاب را بسته نگه داشتند و مسیر بندر آقینه که بندر مرزی با ترکمنستان است هم بسته بود. و آیا انتصاب والی تازه فاریاب واقعا باعث آرام شدن وضعیت خواهد شد؟ چون انتظار نمیتونه درست باشه، به خاطر که بیشتر این بستگی به مذاکرات نماینده های حزب جنبش با دولت مرکزی ارتباط داره که اونها دیروز هم مذاکرات داشتن و امروز هم مذاکرات داشتن. هرچند آقای نقیب فایق که به عنوان والی فاریاب گماشته شده و امروز معرفی شد، خودش از ولایت فاریاب است، یک دور نماینده مجلس هم از این ولایت بودن، اما روابطش در این اواخر با جنرال دوستم و حزب جنبش سرد شده بود و با آقای اشرف غنی نزدیکتر شده بود که با توجه به نفوذی که حزب جنبش در فاریاب داره انتظار نمیره که به زودی این خشونت ها یا اعتراض ها فروکش بکنه. و بازم مذاکرات، همه چشم دوختن به مذاکرات نماینده های حزب جنبش با دولت مرکزی. دیروز هم هیئت بلندپایه دولتی که در رأسش رئیس ستاد مشترک ارتش بود به جوزجان رفته بود و گفت که در اونجا با نماینده های اعتراض کننده ها نشسته داشته و با اونها به توافق رسیده که دو روز صبر بکنن و پس از دو روز باز به اعتراض هایشان ادامه بدن. اما امروز نماینده های حزب جنبش میگفت کسایی که از نمایندگی از معترضان با دولت که با هیئت دولتی مذاکره کردند، اونها به حزب جنبش ارتباط نداشتند و اونها وعده هایی را که دادن درست نمیتونه باشه. قدری از پیشینه این اعتراض ها بهمون بگو ارشاد، و اینکه خواسته های معترضین دقیقاً چیه؟ معترضان در آغاز خواستشان فقط رهایی آقای قیصاری بود. آقای قیصاری که نماینده ویژه جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری است، سه روز پیش از سوی اداره در مرکزی یا سوی ارتش فرماندهی 209 شاهین بازداشت شد به دلیلی که زورگویی کرده در مقابل نیروهای نظامی که وابسته به ارتش است. اما این اعتراض ها پس آن ادامه یافت، در ولایت های دیگر هم ادامه پیدا کرد. دیروز، امروز و ولایت سرپل هم برخی از وابستگان حزب جنبش هشدار دادن که اگر رهایی آقای قیصاری تا فردا صورت نگیره، اونها هم آماده ازی هستن که اعتراض ها را ادامه بدن. ولایت فاریاب که هسته اصلی اعتراض ها است، در چند سال اخیر به یکی از ولایت های ناامن تبدیل شده و این باعث شده که افکار عامه مردم در فاریاب هم
نسبت به وضعیت جاری و نسبت به اداره مرکزی بدگمان شوند و دلسرد شوند. این یک جرقه شد تا اینکه اونها هم به جاده بیایند و در کناری که خواستار رهایی آقای قیصری و بازگشت آقای جنرال دوستم شان، خشونتشان یا خشمشان در مقابل دولت مرکزی که بی‌توجه بوده و گفته اونها نسبت به امنیت ولایت فاریاب هم بیان بکنند. متشکرم از تو ارشاد هنریار در کابل. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز پی میگیریم. پارلمان اروپا به بانک سرمایه گذاری اروپا اجازه داد به روابط مالی با ایران ادامه دهد. وزیر سابق اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران و همکاری با دشمن محاکمه می شود. در ادامه برنامه، 270,000 رانده شده از آخرین پایگاه شورشیان در سوریه. شنبه شب یک زن و شوهر انگلیسی قربانیان جدید سم اعصاب در بریتانیا شدند. ساجد جاویر وزیر کشور بریتانیا که ریاست جلسه اضطراری امروز دولت را به عهده داشت میگوید ماده‌ای که آنان را مسموم کرده همانی است که مأمور سابق روس و دخترش را 4 ماه پیش در سالزبری مسموم کرده بود. او از دولت روسیه خواست در این باره توضیح دهد. پلیس میگوید هیچ مدرکی نیست که نشان دهد این زن و شوهر هدف قرار گرفته باشند. جلسه اضطراری دولت بریتانیا امروز تشکیل شد. جیار گل گزارش می‌دهد. 4 ماه پس از حمله سم اعصاب در سالزبری بریتانیا یک زن و شوهر دیگر قربانی همین سم شدند. ماده مسموم کننده نوویچوک. چارلی رولی 45 ساله و دان استرجز 44 ساله که در ایمزبری جنوب غرب بریتانیا زندگی می کنند شنبه شب گذشته به شدت حالشان بد می شود. در وضعیت بحرانی قرار می گیرند و به بیمارستان منتقل می شوند. این مرد از دوستان زن و مرد مسموم شده است. عرق کرده بود. آب از دماغش می اومد. وقتی باهاش حرف زدم صداش عجیب و غریب بود. این ور و اون ور می افتادن. اصلا متوجه حضور من نبودن. توی دنیای دیگه بودن. تو عالم خودشون بودن. نمونه سم اعصاب به این آزمایشگاه وزارت دفاع بریتانیا در نزدیکی ایمزبری منتقل شد. تجزیه و تحلیل مواد به دست آمده نشان می دهد که سم از نوع همان نوویچوک است که حدود 4 ماه پیش مأمور سابق سرویس امنیتی روسیه و دخترش را مسموم کرده بود. پس از تجزیه و تحلیل نمونه های به دست آمده تایید می کنیم که این زن و شوهر در معرض ماده نوویچوک قرار گرفتند. این همان ماده است که یولیا و سرگئی اسکریپال را مسموم کرد. وضعیت هر دو بیمار بسیار بحرانی است. حدود 4 ماه پیش سرگئی اسکریپال و دخترش با ماده نوویچوک در سالزبری انگلستان مسموم شدند. دولت بریتانیا روسیه را مسئول این حمله دانست. بریتانیا، آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی ده‌ها دیپلمات روسی را به اعتراض به این حمله اخراج کردند. روسیه هم مقابله به مصر کرد. در 4 ماه گذشته ده‌ها کارشناس مواد شیمیایی مشغول پاکسازی سالزبری از مواد سمی بودند. چندین مکان بروی عموم باز شده است. بسیاری شهروندان این شهر فکر می‌کردند که خطر از بین رفته. اما حالا پلیس میگوید 5 مکان از جمله این کلیسا در ایمزبری و این پارک در سالزبری که این زن و شوهر به آنجا سر زده اند بروی عموم بسته شده و مأموران مشغول تحقیقات و پاکسازی آنان هستند. زن و شوهر مسموم شده در بیمارستانی درمان میشوند که مأمور پیشین روسی و دخترش را مداوا کرد. یکی از پیشرفته ترین بیمارستان های جهان در این موارد. اما فعلا وضعیت آنان همچنان بحرانی توصیف شده. جیار گل، بی بی سی. درگیری های شدید نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در جنوب این کشور ادامه دارد. نیروهای بشار اسد میخواهند کنترل استان درعا، آخرین پایگاه شورشیان را تصرف کنند. سازمان ملل میگوید از زمان آغاز درگیری ها، یعنی از 2 هفته پیش، دست کم 270,000 نفر، یعنی 1/3 جمعیت این استان، از خانه هایشان فرار کردند. بسیاری از آنها به اردن و همچنین بلندی های جولان، منطقه تحت کنترل اسرائیل رفتند، اما هنوز مرزها بسته هستند. جرمی بوئن خبرنگار ارشد بی بی سی از منطقه گزارش می‌دهد. اینجا در دمشق جو بسیار متفاوته. از زمانی که نیروهای سوریه به کمک روسیه آخرین هسته‌های شورشیان در اطراف شهر را از بین بردن، اوضاع آروم‌تره.
حالا دوباره این نیروها در جنوب مشغول نبردن و به نظر میاد دارن به یک پیروزی بزرگ دست پیدا میکنن. برای طرفدارای بشار اسد زمان هیجان انگیزیه. مقام ها به بی بی سی اجازه سفر به جنوب را ندادند و این گزارش نبرد را مشکل می کند. هدف اصلی آنها شهر درعا است، در مرز با اردن است و موقعیت استراتژیک مهمی دارد. سمبولی مهم است چون تظاهرات 2011 علیه بشار اسد از اینجا شروع شد. ارتش سوریه با آتش قوی و کمک روسیه پیشروی ثابتی دارد. بعضی از گروه‌های شورشی با انتشار تصاویر نبرد می‌گویند تسلیم نمی‌شوند. آمریکایی‌ها که بعضی از آنها را مسلح کردند و آموزش دادند، به آنها گفتند که انتظار کمک نداشته باشند. گروه‌های مسلح دیگر با پادرمیانی روسیه در حال مذاکره برای توافق برای تسلیم هستند. غیر نظامی‌های زیادی کشته شدند. گفته شده این تصاویر مربوط به پیامدهای حمله هوایی هفته گذشته به روستای موسیفره است. گزارش‌های محلی می‌گویند 22 نفر از جمله 12 کودک کشته شدند. زنده‌ها را همراه مرده‌ها به بیمارستان می‌برند. طبق گزارش‌ها بیمارستان‌ها هم بمباران شدند. الله اکبر. کفن و دفن سریع و بدون مراسم انجام می‌شود. از زمان دفن این اجساد این منطقه تصرف شده است. عده زیادی از مردم به خاطر درگیری‌ها آواره شدند. سازمان ملل و سازمان‌های امداد دیگر در مورد امنیتشان هشدارهای جدی صادر کردند. اردن اجازه عبور کمک از مرزهایش را می‌دهد، اما با وجود بیش از 1 میلیون آواره سوری دیگر اجازه ورود به مردم نمی‌دهد. پناهجویان دیگری هم در نزدیکی مرز با بلندی‌های جولان جمع شدند. قلمرویی از سوریه که توسط اسرائیل اشغال شده. اسرائیلی ها هم کمک میفرستند، اما مرزهای آنها هم بسته است. ارتش سوریه در شهری پس گرفته شده جشن پیروزی برگزار کردند. این پیروزی ها ادامه دارد. قدرت های منطقه ای و آمریکا به نظر می رسد که قبول کردند که ارتش سوریه و روس ها جنگ بشار اسد را ببرند. جنگ تموم نشده، اما بشار اسد قدرت رو تمام و کمال در اختیار داره و داره یکی یکی دشمناش رو از بین میبره. دادگاه تجدید نظر نیوزیلند حکم استرداد kim.com به آمریکا را تایید کرد. kim.com بنیانگذار وبسایت مگا آپلود است که برای همرسانی فایل به کار می رود. او به نقض قوانین کپی رایت و کسب مال نامشروع متهم شده بود. مقام های آمریکا می گویند او و 3 مدیر دیگر وبسایت مگا آپلود با تشویق کاربران به نشر فایل های کپی رایت دار به شرکت های فیلمسازی و تولید موسیقی بیش از 500 میلیون دلار ضرر زدند. صدراعظم و وزیر کشور آلمان در جهت اجرای سیاست سختگیرانه جدید درباره مهاجران با رهبران اتریش و مجارستان دیدار کردند. اتریش و مجارستان سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه‌ای دارند. آلمان می‌خواهد در مرز اتریش مرکزی برای نگهداری مهاجران برپا کند و پناهجویان به اولین کشوری برگردانده شوند که در آن درخواست پناهندگی داده بودند. آینده ائتلاف حاکم آلمان به نتیجه این مذاکرات بستگی دارد. در تایلند امدادگران نگرانند تغییر شرایط جوی عملیات نجات گروهی از کودکان و مربی فوتبالشان را که 12 روز است در یک غار سیلزده گیر افتادند به خطر بیاندازد. در 24 ساعت گذشته هوا خوب بوده و کمک رسانها توانستند هر ساعت 1.5 سانتی متر از سطح آب داخل غار را پایین بیاورند. آنها تلاش میکنند امروز یک خط تلفن برای مکالمه این 13 نفر با پدر مادرشان برقرار کنند. در غنا یک ارکستر سمفونیک منحصر به فرد موسیقی کلاسیک غربی رو با تم‌های آفریقایی تلفیق میکنه. ارکستر سمفونیک آکرا امیدواره که با این کار بتونه نسل جدید جوانان در غنا رو به موسیقی کلاسیک جذب کنه. بی بی سی به سراغشون رفته تا ببینه این گروه چطور از این ادغام برای ایجاد علاقه در جوانان استفاده میکنند. موسیقی
ارکستر سمفونیک آکرا در حال حاضر تنها ارکستر مجلسی خصوصی در قم است. تمام لایه‌هایی که در ارکسترهای دیگه هست رو داره، بخش سازهای زهی و غیره. یک چیز منحصر به فرد در مورد ارکستر سمفونیک آکرا، ادغام موسیقی آفریقایی با فرم‌های هنری کلاسیک غربیه. ساعت‌ها تمرین می‌کنیم تا بتونیم یه اجرای عالی داشته باشیم. بیشتر ترانه‌هایی که اجرا می‌کنیم ترانه‌های قدیمی هستند و بسیاری از ارکسترها اونها رو اجرا می‌کنن. در واقع ما تفسیر شخصی خودمون رو از این ترانه‌ها داریم و قشنگ‌ترشون می‌کنیم. بیشتر جوانایی که به اینجا میان مجذوب این موسیقی شدن. این بهشون فرصت میده تا استعدادشون رو به نمایش بذارن. تا حالا موفق شدیم جمعیت زیادی رو جذب موسیقی کلاسیک کنیم. امیدوارم بتونم یکی از بهترین ویولون نوازهای جهان بشم و به ارکستر فیلارمونیک لندن ملحق بشم تا در کنار ویولون نوازهای مشهور نوازندگی کنم. 6 سال از آغاز کار گذشته و پیشرفت‌های خوبی دیدیم. مردم دارن به اپرا عادت میکنن. بزرگترین چالشی که از اول باهاش روبرو بودیم این بود که مردم موسیقی کلاسیک رو غربی میدونن و اونو بخشی از فرهنگشون تلقی نمیکنن. میخوایم کارمون رو جهانی کنیم، اما میخوایم که موسیقی آفریقایی رو نوازنده های آفریقایی تفسیر کنند و با سازهای غربی بنوازند. و به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. تا دقایق دیگه با خلاصه از خبرها با شما خواهم بود.